حفاظت خدا با اونها باشه همچنین با شماها باشه که اومدی در حضور خدا تا برای اون 52 میلیون هم دعا کنین آمین میتونید به هم دیگه روز شکرگزاری تبریک بگید هپی تانکس گیوین بر شما آره یه خود راحت باشید یه خودت راحت باشید به هم دیگه نزدیکتر بشید تبریک بگید و تصور نکنیم کلیسای خداوند گاهی ما توی کلیسا حس میکنیم بازم تو عبادتگاه های خوش آرامشمون داشته باشیم در کنار احترامی که می‌ذاریم دو تا خبر من امروز شب صبح شنیدم زیاد خوب نیستشه که خبر این که خواهرمون فروزنده برای مادرشون مدت ها بود دعا میکردیم اما شنیدیم که نزد خداوند رفتن عیزانی که فروزنده رو میشناسن خواهرمون فروزنده رو لطفا باشون در تماس باشید تسلیت بگید فکر میکنم امروز هم منزلشون یه مراسمی رو گذاشتن به عنوان یاد بود و امروز شنیدم بهمن عزیزم کو بهمن جان نیستش نه بهمن رفتم بیرون بله شنیدم اموی ایشون هم فوت کردن به حال بهمنم که یه موقع دید تسلیت بگید کلام خداوند اعلام میکنه و ما رو تشویق میکنه که بر با اونهایی که شاد هستن نیز شادی کنیم و اونهایی که در غم و اندو هستن نیز ماتم داشته باشیم با شریک غم ها و شریک شادی های اونها باشیم و این تعریف یک بدن هست آیا در جمع ما کسی هست که اولین بار هست تشریف آورده اگر مایل هستید خودتون رو معرفی کنید خیلی خوش آمدید آزد هدیه به شما داده خواهد شد مشهد بر مایل هستید می توانید فرم در اون رو پر کنید تا ما با شما در تماس باشیم خدا شکر برای کلیسای خداوند خب ما یکی دو سال پیش معمولا روزای تنگسیبی رو سعی میکنم توی کلیسا داشته باشیم بعد متوجه شدیم اعضا بیشتر خودشون با هم برنامه دارن و دو سال هست این کار رو نمی کنیم ولی تشویقتون میکنم لطفا بگردید کسایی که تنها هستن این موقع ها. اونایی که عیزانی که مهمونی میدن و میدونم این دل خوب همتون دارید اون افرادی که تنها هستن اینجا حس قربت نکنن حالا تنسیبین دو سه روز پیش بود اما ایام دیگم هوای رو داشته باشیم مبادا تو تنهایی باشن و بر حال تلخی وجودشون رو بگیره به طور خاص عزیزانی که مجرد هستن تنها اومدن جوانان رو مثل من رو هواشون رو بیشتر داشته باشید خب آماده هستیم کلام خدا رو بشنویم هللویا میخوام همه ما دعا کنیم هممون لحظه شو گذاری کنیم میتونم از بهروز جان از شما بخوام لامپای وسط رو خاموش کنیم یه چند دقیقه همچنین عزیزانی که روی فیسبوک الان ما رو میبینید و روی شبکه میبینید خواهش میکنم شما نیز دعا کنید دعای ما گذاری باشه اولین قلم روی گذاری شاید تصور بر این هستش که ما باید در حضور خدا بریم و فقط اعلام کنیم که خودت تو رو شکر میکنم برای این برای اون اما اولین قلم روی شکرگزاری تقدیسه خودتو تقدیس ببین در طول این هفته لحظه گذشته چه اتفاقی افتاده که می تواند شما از چشم خدا اشتباه و گناهی کرده باشی بشور فکر تو چون حضور خدا اینجاست که ما رو تقدیس کنه ما رو پاک کنه شو گذاره تا بر به حضور خدا کلام خداوند اعلام نمی کنه که اگر بدی کردی گناهکاری میگه اگر خوبی بدانی و نکنی گناهکاری و کجا خوبی میتونستی بکنی و نکردی کجا خوبی تو توی راستی بود و میدونستی که میتونی انجام بدی اما انجام ندادی بی تفاوت شدی نمیدونم جنگ کردی چیکار کردی یه کار کردی که انگار اون محبت رو انجام ندادی ما فرزند خدا هستیم خودتو تو تقدیس کن هیچ بهانه و دلیلی فرزند خدا نداره که محبت نکن هیچ دلیلی میخوای کلام خدا رو بشنوی بذار سفره دلت پاک باشه چون خدا میخواد سفره دل تو رو پر از برکت و قوت و شادی کنه آرامش و امید بکنه و جام تو رو میخواد لبریز کنه لبریز کنه پس تخلیه کن خودتو تخلیه کن از آنچرا که از طرف خدا و کلام خدا نیست خدا میخواد تو رو برکت بده شروع کنید دعا کردن لطفا چه بلند چه کوتاه مهم نیست مهم اینه که هر کسی دعا کنه که خداوند و مرا تقدیس کن امروز کلام تو رو بشنوم خدا تو رو شکر میکنم برای کلیسات برای گروه پرستش برای خادمین برای عزیزان که کنار شما هستن عزیزان ما که الان در سفر هستن و از خدا بخواد که خداوند امروز تو رو یه برکت بده با یه گواهی از اینجا بری بیرون نه اینکه اومدی تو یک سالونی مطلبی رو شنیدی حتی هیجانی شدی نه نه با قوتی بیشتر از این خانه به خانه خودت آمین هاللویا با ایمان دریافت کنید شکر 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 در مسیر شناخت حقیقت به علت حقیقت در هفته گذشته که موضوع ما حقیقت مطلق هست رسیدیم که همانا به شباهت خدا رشد نمودن می باشد و برای رسیدن به این هدف مقدس آدمی را که در اصل فرزند خداست و خدا او رو فرزند خودش نیز میخواند به ادا به راستی و صداقت تعلیم میده خدا در کلامش و همچنین در حضورش تا بتونه با اقتداری خوب و امیدی سرشار از عشق و شجاعت زندگی کنه و به آزادی آزادی حقیقی گفتیم آزاد شدن خود شخص از بندهای اسارت هست بتونه برکت بگیره اما این قسمتی از حقیقت بود که ما هفته گذشته دربارش صحبت کردیم و قسمت دیگه آن پنهان در این هستش که چرا خدا اصلا میخواد ما شکل او بشیم چرا خدا این ما رو دوست داره چرا خدا دست میذاره روی انسان و میخواد این انسان به شباهت خودش بشه مسلما سؤالی هستش که هر انسان محقق در مسیر شناخت خدا در فکرش ایجاد خواهد شد داوود پادشاه نیز همین گونه بود در مزمور 144 سه الات چهار از شریف براتون میخونم که اعلام میکنه ای خداوند انسان چیست دیده زندگیشو زندگی خودش دیده شایسته است چی هستیم ما میگه انسان چیست که تو به او توجه داری یعنی علاقه داری یعنی دوستش داری عاشقشی چه بسا خیلی از عزیزان همین الان که شما کلام رو میشنوید به هر دلیلی ذهن شما رو حتی اینجا مشغول کرده این توجه شماست به اونها لطفا همین الان توجه رو فقط به خدا بدوزید بذارید خدا توجه به اون افراد بکنه ولی این توجه که شما به اونا دارید خدا بیشتر به انسان داره و داوود از این رو میگه میگه این آدم کیست که او را به خاطر آوری او مانند سایه در گذر است و عمرش بیش از یک نفس نیست و ما هممون شاهد بر این هستیم و این رو تحقیق کردیم که چه عزیزانی یک باره میشنویم که دار فانی رو ودا کردن و از پیش ما رفتن حقیقتا انسان برای خدا چیست؟ اشعای نبی در باب 49 ۴ الی 15 اعلام میکنه مردم اورشلیم گفتن خداوند ما را ترک کردی و فراموش کردی چرا اما خداوند اعلام میکنه در پاسخ میگوید خداوند آیا مادری می تواند کودک نوزاد خود را فراموش کند واو خدا داره به خاطر درک انسان نسبت به عشقی که به ما داره خودش رو یک مادر تشبیه میکنه مادران که همین الان اگر حس کنید حس کنید فرزندتون ناراحت هست از کلیسا میرید بیرون میری دنبالش غیر از این هست سالها پیش مادر اینجا نشسته بود توی کلیسا و در این موعظه من دیدم ایشون بلند شد رفت. حتی دیدم حالت صورتش چقدر به هم ریخته بود و پریشان رفت. میگه یک باره تو دلم حس بدی داشتم نسات بچم که با من نیست. رفتم دیدم آره بیرون نشسته توی کانشادی نیست چقدر تب داره. و میگه بلا فاصله بردم دکتر. و متاسفانه بعد از آزمایش گفتن این بچه سرطان خون داره واو ببینید خدا چگونه چه چه خدا اجازه میده خوشبختانه این بچه شفا گرفت مسیح شفا همون مسیحی که قلب این مادر رو لمس کرد که فرزند تو الان مریض هست و اونو به دکتر برسون برای جلال نامشونو شفا داد حالا این خدا داره میگه من اعلام میکنه میگه من مثل مادر هستم پس تمرکز اونو بدونیم وقتی درباره خدا داریم صحبت میکنیم ما داریم در ماورای عشق و محبت صحبت میکنیم میگه پس خداوند در پاسخ میگوید آیا مادری میتواند کودک نوزاد خود را فراموش کند و فرزندی را که خودش به دنیا آورده دوست نداشته باشد نمیتونه دوست نداشته باشه میگه حتی اگر یک مادر فرزند خود را فراموش کند من هرگز تو را فراموش نمی کنم شما را فراموش نمی کنم بشر را فراموش نمی کنم انسانی که شکل خودم آفریدم فراموش نمی کنم و این محبتی هستش که داره خداوند به توسط اشعیا نبی میگه و جواب سوال ما هست که خدا حقیقتا ما رو دوست داره چون محبت خدا مانند محبت انسان نیست امروز محبت داشته باشه فردا پشیمون بشه هورمونشون رو به هم بریزه شایعاتون رو از عشق و دوستی دور بکنه و موضوعات زندگیش باعث بشه که اون شخص دست از محبت برداره محبت خدا این گونه هستش که هرگز به دنبال منافع خودش نیست منافع خدا منافع من و شماست که شکل اون بشیم و ارمیای نبی نیز در باب سی و یک سه اعلام میکنه خداوند از جای دور به من ظاهر شد و گفت با محبت ازلی تو را دوست داشتم از ابتدا تو را دوست داشتم از زمانی که در رحم مادر نقش میبستی توی دستان من بودی اگر من اون نظم رو توی اناری که شما دانه های انار رو وقتی میبینی چه نظمی داره و خدا این نظم رو ایجاد کرده خدا میگه من انقدر عاشق تو هستم که اجازه نمیدم زندگی تو بی نظم بشه در بی نظمی قرار بگیره در آشفتگی قرار بگیره کجا ایستادم که نظم خدا رو آشفتگی میبینم ظاهر شد و گفت با محبت ازلی تو را دوست داشتم از این رو از این جهت تو را به رحمت جذب نمودم و رحمتش گذشته از 613 قانون میبینیم که در محبت یگانه پسرش عیسی مسیح هست که ایجاد میشه و در رابطه عشق خدا و اینکه خدا چقدر ما رو دوست داره آیات بسیاری در کلام خدا هست که اگر مشاهده بفرمایید به راحتی میتونیم جواب این سوالمون داشته باشیم اما سوال بعدی میتونه این باشه ما چگونه میتوانیم این عشق خدا رو در کنار هدف مقدس خلقت که داریم پیش میریم در برابر این همه وسوسه‌ای که توی دنیا هست نیازها و حاجت ما خلاهای خالی که ما رو سوق میده به سمت گناه و بعضی مقام توضیحات ما این هستش که چاره ای نداشتم هر کی بود جای من این کار رو میکرد خدایا ما انسان و ضعیف هستیم و اینها دلایل ما میتونه باشه ما چگونه میتونیم در برابر این همه وسوسه و آنچه را که به عنوان گناه در برابر ما دامی نهفته شیطان قرار بگیریم یعقوب برادر ناتنی خداوند مونیسای مسیح در باب چهار آیه پنج الا هشت تفسیریشو براتون میخونم اعلام میکنه تصور میکنید که کتاب آسمانی بیهوده میگوید که روح خدا که خداوند او را در وجود ما ساکن کرده است در وجود هر کس که به مسیح ایمان میآورد عزیزان همه انسان ها بر روی زمین روح حیات رو دارند اما همه انسان ها تا قبل از اینکه به مسیح ایمان بیاورند روح روح القدس رو ندارن ایزان باید به مسیح ایمان بیاورند تا روح القدس رو داشته باشن پس یعقوب داره با کلیسا صحبت میکنه هوشیار باشیم با کلیسایی که ایمان داره عیسی مسیح خداوند هستش پادشاه او هست نجات دهنده او هستش و پذیرفته پادشاهی او رو تصور میکنید که کتاب آسمانی بیهوده میگوید که روح خدا که خداوند او را در وجود ما ساکن کرده است آنقدر به ما علاقه دارد انجیل یوحنا 3:16 آنقدر خدا جهان را دوست داشت که یگان پسر خود را داد تا آنکه ایمان میآورد حلاک نشود آمین که نمیتواند تحمل کند دل ما جای دیگری باشد متوجه چی شد؟ اونقدر ما رو دوست داره که نمیتونه تحمل کنه دل ما یه جای دیگه اسیر باشه حسادت نیست بعضیا میگن این حسادت عزیزان حسادت از حس بدی میاد از احساس بدی میاد که این احساس بد اینگونه تعریف میشه که من میبینم فلانی که چیزی بهتر از من داره بهتر داشتن اون منو آزار میده اما برای خدا این نیست بهتر داشتن ما خدا رو آزار نمیده اتفاقا خدا خدا رو خوشحال میکنه تمام هدف خدا این هست که ما بهترین رو داشته باشیم پس این غیرت همون غیرت مادر است همون غیرت پدری هستش که برای پسر فرزند خودش دلسوزی میکنه اعلام میکنه در ادامه اما نباید فراموش کرد که خدا قدرت لازم برای ایستادگی در مقابل این خواسته های گناه آلود را به ما عطا می فرماید به توسط روح القدس به توسط کلامش کلام خدا قدرت داره آمین, آمین. و مطمئن باش امروز که داری کلام رو میشنوی این قدرت داره برای تبدیل همه ما اول من و بعد شما عزیزان که تبدیلتون کنه پس این کلام رو بخورید نبشنوید بخورید تا برای زندگیتون حیات باشه از این رو کتاب آسمانی میفرماید خدا به شخص فروتن قوت میبخشد به شخص فروتن مانند شما میتونید هزاران کارا داشته باشید آماده کلیسای خداوند اومدی وفاداریت رو اعلام کنید. وفاداریت فقط در زمان تعمید نبوده وفاداریت به بعد رسول نبوده موقعی که توبه کردی یا به معلمت نبوده وفاداری هنوز ادامه داره به این میگن فروتنی خدا به شخص فروتن قوت میبخشد اما با شخص متکبر و مغرور مخالفت میکند بنابر این خود را با فروتنی به خدا بسپار و در برابر شیطان ایستادگی کن تا از شما دور شود و به خدا نزدیک شوید تا او نیز به شما نزدیک شود و به این میگن عدالت یک رابطه عاشقانه با خدا ای گناهکاران دستهای گناه آلود خود را بشویید و دل خود را فقط با عشق الهی همون عدالت لبری سازید تا پاک گردد و نسبت به خدا وفادار باشید کاملا تمرکزم رو به خدا دادن توی زندگی تا در این مسیر عدالت بتونم زندگی کنم و میدونیم گناه یعنی نزدن به هدف یعنی شکل خدا شدن پس ما وقتی که داریم اینجا درباره گناه صحبت میکنیم خوشیار باشید من هرگز به شما آموزش اینو نمیدم که به شما بگم شما گناهکار هستید شما به دیگران بگید گناهکار ما اجازه نداریم هرگز ما درباره موضوع گناه صحبت میکنیم اما هرگز کسی رو محکوم به گناه نخواهیم کرد این کار روح القدسه این کلام رو من میخونم من کلام رو میخونم و روح رو دوست داره قلبا رو لمس میکنه تاچ میکنه به اون میگه اه, اه امروز دیدی ناراحت شدی تو کن، دخترم پسرم اه, اه امروز دیدی میخواستی به فلانی زنگ بزنی حالش رو بپرسی نکردی تو کن و برو بهش زنگ بزن تا ما از این بار سرزنش آزاد بشیم چون بار سرزنش در دوش انسان باعث میشه که انسان به کندی توی زندگیش حرکت بکنه و اون اقتدار و آتورتی درست و سالم رو نداشته باشه افلاتون اعلام میکنه عشق عبارت است از اشتیاق به دست آوردن خوبی برای همیشه پس من نیز اگر میخوام این خوبی ها و نیکوی ها رو داشته باشم میباید همیشه در حضور خدا یک ملاقات تازه و زنده ای داشته باشم همین ناق یعقوب نویسنده نامه ای رو که خوندیم حتما میدونسته که در طول تاریخ کتاب مقدس خداوند آدمی رو پیگیری میکنه تا به اون نزدیک بشه و این انسان باشه که خدا رو بتونه بشناسه در این ملاقات و از او تعلیم بگیره گاهی توبیخ میشه گاهی مورد تعقیب قرار میگیره گاهی بهش خدا امید میده گاهی خدا اجازه میده اون شخص ناامید بشه اما همه و همه اینها این هست که ما به خدا نزدیک بشیم هیچ دلیل دیگه ای نداره ما به خدا نزدیک بشیم تا بتونیم در این مسیر شکل خدا بشیم دوم تیموتائوس 3.16 اعلام میکنه تمامی کتاب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است یعنی برای رابطه عاشقانه من با خدا مفیده پس نگران نباش تو مشکلات هستی تو سختی ها هستی تو سرزنش هستی تو یه جفا هستی از خدا بپارس خداوندا. هدف از این چیه؟ و من در حضور تو هستم نرا برای جفا نرا برای شکایت ها عذر میخوام نرا برای ناله و قر بگو خدای اومدم تو رو بیشتر بشناسم. میدونم این دعوت تو هستش تو داری منو دعوت میکنی در این مشکلات و سختی ها و مطمئن هستم که میخوای من بیشتر از گذشته به شباهت تو بشم تا بتونم در حیات جاوید تو قرار بگیرم چرا که میدونیم کلام خدا اعلام میکنه فقط یهوه هستش که خدای ماست آمین پس باید رو بشناسیم در کتاب هوشع 11 یک الی باز اعلام میکنه خداوند میفرماید هنگامی که اسرائیل کودک بود او را دوست داشتم یعنی از همون ابتدا که خداوند میدونیم که وقتی صحبت از قوم اسرائیل میکنیم ایزان ما صحبت از قوم اسرائیل نمی کنیم که الان کشور دارن ما صحبت از این دولت نمی کنیم ما صحبت از شماها داریم میکنیم کلام خدا صحبت از کسانی میکنه که به مسیح ایمان میآورند ما فرزند خدا و اسرائیلی هستیم آمین پس صحبت از این هستش به دنبال سیاست و این موقعیت ها نریم که چرا صحبت از اسرائیل داره میکنه خداوند از یک جا باید شروع میکرد و از این قوم شروع کرد و این قوم در اصل نمایندگی همه بشریت بر روی زمین هستند بشری که در پیگیری خداوند نیز میبینیم تلاش میکنه و این اشتیاق رو داره میگه خداوند میفرماید هنگامی که اسرائیل کودک بود او را دوست داشتم و پسر خود را از مصر فرا خواندم زمانی که در اسارت بود اما هر قدر او را به سوی خود خواندم از من دورتر شد هر چقدر خدا صداش کرد متاسفانه میبینیم که تو یک جایگاه دیگه قرار گرفت و برای بعل بعل بوته خدای خودت رو بشناس مبادا بود پرستی کنی تحقیق کن هوشیار باشیم یهوه خداست خدای خودمون رو بشناسیم و میگه برای بعل قربانی کرد و برای ها بخور خوشبو سوزانی این من بودم که به اسرائیل راه رفتن را آموختم و آنها را در آغوش خود پروراندم ولی آنها ندانستند که من آنها را پرورش دادم مانند خیلی از عیزانی که لطف میکنن میان کلیسای مسیح شفا میگیرن امید میگیرن شادی میگیرن آرامش میگیرن بعد میگیم خب خدا را خدا من دعات اجابت کرد میگه آره خوب میدونی هم شما دعا کردید هم امامزاده فلانجا نزد کردن هم فلانی صد تا سلبات نزد کرد او اشتباه داری میری پس صد درصد اشتباه داری میری خدای حقیقی یکیه ما حقیق... حقیقت فقط مطلقه چند تا حقیقت نداریم همه راهها فیلم مارمورک نمیشه به خدا نمیرسه پس هوشیار باشیم کلام خدا کتاب مقدس چه این تعلیمی رو به ما نمیده برای همین هست که مردم مذهبی میشن در حضور خدا میرن مانند این شاعر که این گونه اعلام میکنه خدا یا دلم باز امشب گرفته خیلی موقع ما دلمون میگیریم میریم در حضور خدا در اصلا عشق نمیریم که نمیریم بگیم خدای دوستت دارم عاشقتم خدایا با تو یک مشارکت داشته باشم یاد نگرفتم من فقط دلم گرفته فقط تو مشکلات بودم رفتم در حضور خدا میگه خدا یا دلم باز امشب گرفته بیا تا کمی با تو صحبت کنم یه کمی یه کم باش وقت بذارم بیا تا دل کوچکم را خدا یا فقط با تو قسمت کنم خدا یا بیا پشت آن پنجره که وا می شود رو به سوی دلم اون پنجره ای که خودم تصمیم میگیرم خداوندا همون جایی که من میگم حالا من دارم خدایی میکنم بر خدا نه است نرفتم در حضور خداوند که لحظه سکوت کنم بگم خدایا در حضور تو تقدیس کن منو من توبه میکنم و تو باشی که مرا راهنمایی کنی حالا من میخوام خدا راهنمایی کنم خدای من این مشکل رو دارم این مورد دارم این موضوع رو دارم حالا بیا اینجا بیا اینجا خدای من با تو کار دارم خدا یا بیا پشت آن پنجره که وامی شود رو به سوی دلم بیا پرده ها را کناری بزن قافل از اینه که به دنبال چون حقیقت نرفته نمیدونه دو هزار سال پیش پرده قدس عیسی مسیح وقتی رفوی روی صلیب از اون بالا شکاف برداشت تا هر انسانی به خدا برسه و نمیدونه هیچ پرده دیگه بین انسان و خدا نیست هیچ دیواری نیست مگر اون انسان نپذیرفته باور نداره مانند اون فیلی هستش که تعلیم گرفته به خاطر اون زنجیری که توی پاش هست فکر میکنه که وقتی صاحبش میگه وایسو اگه وای نسته اون زنجیر بسته نمیتونه حرکت بکنه شرطی شده و گاهی عذر میخوام ببخشید ذهن ما کاردکس مغزی ما مذهب شرطیش میکنه و اجازه نمیده که به دنبال حقیقت بریم بیا پرده ها را کناری بزن که نورت بتابد به روی دلم و اگر ما ایمان داریم به عیسی مسیح ما مطمئن هستیم وقتی میریم در حضور خدا مانند شما در حضور خدا هستی نور خداوند به تو میتابه مصنعت دلت رو به تو میده اما ماورای اون رو میخواد به تو بده و اون روح القدسه و اون پری روح القدس هست که بتونی قوت بگیری و در این مسیر ادامه بدیم در قوم اسرائیل نمیدانستن خدا کیست خدای پدر را نشناخته بودن از این رو بود که رو به بوتها بردن در کتاب خروج نیز اعلام میکنه شیش شیش 7 بنابراین بنی اسرائیل را بگو من یهوه هستم و شما را زیر مشقت‌های مصریان بیرون خواهم آورد و شما را از بندگی ایشان رهایی می دهم و شما را به بازوی بلند و به داوری های عظیم نجات دهم و شما را خواهم گفت تا برای من قوم شوید و شما را خدا خواهم بود و خواهید دانست اونجا که میگه خواهید دانست تو تمام تجربه، ترجمه ها حالا چه شریف هست چه تفسیری هست ایزان چه تفزیلی هست چه هزاره نو هست در از شناختنه به زبان یونانی یعنی شناختن و به زبان انگلیسیشم میشه شناختن میگه خدا را بشناسید خدا را اگه میگه نمیدانستن یعنی خدا را نمیشناختن و اعلان و شما را خداوند خواهم بود و خواهید دانستنی یعنی خواهید شناخت که من یهوه هستم و من خدای دیگه نیستم من یهوه خدای هستم اما یکی از آسیبای دیگه که در عدم شناخت حقیقی خدا ایجاد میشه این هست که ما ریاکار خواهیم شد عز میخوام وقتی که خدای حقیقی رو نمیشناسی چون دلایل رابطه خودت با خدا رو نمیدانی چی هست سعی میکنی رضای فکر ظاهریت رو و رضایت دیگران رو به دست بیاری دست به اعمال و رفتاری میزنی که فقط دیگران رو خوشحال کنی و خودت وانمود کنی که حقیقتا به دنبال خدا هستید لذا این همون مذهبی هستش که ما و ایسای مسیح ازش گریزانه و ما میگیم ما لا مذهب هستیم ما با مذهب کاری نداریم مولوی میگه کجا باشد درویان را میان عاشقان جایی که با صد رو تمع دارد زروز عشق فردایی نمیتونیم با ریایی در حضور خدا بیایم و انتظار داشته باشیم که اون فردایی که خداوند به ما وعده داده نیز در مقابل اون باشیم بنابراین عدم شناخت خدا یعنی در از حلاکت گونه که آیه حوشم چهار شیش بارها براتون خوندم اعلام میکنه قوم من به خاطر اینکه مرا نمیشناسند حلاک میشوند شما ای کاهنان نخواستید مرا بشناسید داره به کاهنا میگه بود میدونیم که ما بر روی زمین از طرف خداوند فرزندان او نور و نمک سفیران دیگه شاهزادگان همراه با مسیح هم اسب با مسیح و کاهنان خوندشیم کاهنان یعنی پل یعنی ما کسایی هستیم که خدا میخواد از ما استفاده کنه مردمی که تو این دنیا هستن به خدا وصل بشن و وای به حال اگر منی که پلش در و شکسته باشم هر کی میاد روی من از رو پل پرت میشه اونم هلاک میشه پس بعد خیلی پل خوبی باشیم دیگه در حضور خدا حالا خدا داره به کاهنان میگه به خادمین داره میگه و امروز داره به کلیساش میگه امروز داره به من داره میگه اعلام میکنه ای کاهنان نخواستید مرا بشناسید و تعالیم مرا رد کردید پس من هم شما را ترد میکنم کلام خدا میگه خدا نزدیک گناه نمیتونه بشه و پسران شما را به عنوان کاهن نخواهم شناخت اگر من وفادار به خدا هستم اگر من وفادار به کلام خدا هستم اگر من در مسیر شناخت به خدا همت میکنم خانواده من در اون مسیر پیروزی ها خواهد داشت چرا که از اون تعلیم میگیرم در غیر این صورت من آسیب میخورم عیسی مسیح در انجیل مطاب 20 نیز اعلام میکنه زیرا به شما میگویم داره به ما میگه علنا مستقیم زیرا به شما میگویم تا عدالت شما رابطه شما عشق شما با خدا خواهش میکنم تمرکزتون رو روی این کلمه عدالت و عادل بذارید تعریف امروز ما از عادل عشق خداست عدالت رابطه عاشقانه است با خدا تعریف های دیگه داره قبلا صحبت کردیم زیرا به شما میگویم تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان افزون نشود به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهید شد اگه بیشتر از اون نباشه ما هرگز نمیتوانیم وارد ملکوت خدا بشیم چون اونها بر اصل شریعت که انصاف رو نمایان میکنن اگر بتوانند ولی ما بر اصل عشق که عدالت خدا رو معرفی میکنیم ماورای انصاف خواهد بود باز شاعر اعلام میکنه بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست من به خداوند دل بستم عاشق اون هستم و از شما میخوام که عاشق اون باشید به طور خاص خادمین خادمین اگر عشق به خدا نداشته باشن اگر در حضور خدا وقت نذارن خسته خاطر خواهند شد نگران خواهند شد آسیب خواهید خورد اما اگر منبع اصلی شما تشویق اصلی شما خود خدا باشه هرگز به تشویق انسان احتیاج ندارید چه تشویقتون بکنن و چه آزارتون بدن چه در جفا باشید چه در زندان باشید شما خواهید ایستاد برای خداوند کاری به چپ و راست نخواهید داشت که چگونه باید باشد ما خوب میدونیم که ابراهیم در مسیر شناخت خدا ایمانش استوار گردید و مطابق پیدایش پونزه شیش نیز اعلام میکنه خداوند ایمان ابراهیم را چی محسوب کرد؟ عدالت چرا نمیگه خداوند ایمان ابراهیم را قبول کرد؟ میتونست اینو بگه میگه عدالت محسوب کرد امروز خدا میخواد به ما بگه هر کدوم ما اسم خودمون رو میتونیم ببریم اسم تو ببر من اسم خودم منم. خداوند ایمان من رو که رسول هستم عدالت محسوب کرد اعلام کن به عنوان فرزند خدا اعلام کن تردید نکن شک نکن چون مسیح بهای گناه ما رو داده بهای گناه ابراهیم رو نداد اون موقع امروز ما تحت این فیض قرار گرفتیم آمین پس با اقتدار باید بیستی و این رابطه عاشقانه رو نیز اجازه بدی که ایجاد بشه بین شما و خدا پس در اصل خدا از ابراهیم خوشنود بود امروز هم خوشنودیش به خاطر این هستش که مسیح عدالت ما شده و باید این عدالت رو حفظ کنیم این رابطه عاشقانه رو باید حفظ کنیم باز شاعر میگه روی به مهراب نمودن چه سود سوی بخارا و بطان تراز ایزد ما وسوسه عاشقی از نو پذیرد نپذیرد نماز نپذیرد ریا ببخشید اگه حتی قابل درک نیست کلیسا میای قابل درک نیست خدمت میکنی قابل درک نیست ده که تو داری میدی میگه پذیرش ندارم با قلبت باید بری به حضور خدا عاشقش باید باشی عشق رو باید درک کنی و این عشق رو فقط در حضور خدا میتونی درک کنی با دانشم نیست وقت بشه میرسیم بهش بسیار نیکوست که دانشمون رو زیاد کنیم اما به دانش نیست در حضور خداست که میتونی این عشق رو درک کنی و بتونی در مسیر زندگی از اون استفاده کنی در اصل ما با شناخت هر روزهمان با خدا تعلیم عدالت رو میگیریم که به ما این اعتماد این امید این اقتدار رو خواهد داد تا بتونیم در عدالت و انصاف زندگی کنیم و آرامش رو کسب کنیم با آرامش بتونیم باشیم و در تمام شرایط زندگی عدالت خدا در نظر ما نیز عمل کنه به جای خودم به جای حکمتم یعنی حکمت خداوند در من عمل کنه یعنی اراده خدا در من عمل کنه یعنی خشنودی اون عمل کنه یعنی من در ملکوت او کاملا زندگی کنم در پیروزی های خدا در فیض خدا در آرامش خدا در قوت خدا در آنچه که حقیقتا میتونه منو یاری کنه در مزمور یازده هفت میخونیم اعلام میکنه خدا زیرا خدا عادل است زیرا خدا عاشق است شما کسی رو که دوست داری کسی که عاشق شماست چگونه میتونیم اونا هپی و خوشحال کنیم؟ چگونه با محبت این محبت باید چگونه باشه راستی چگونه باید باشه عملی چگونه باید باشه جونش میخواد بده چگونه میخواد باشه وقت بدی بهش من نمیتونم هر روز صبح بلنشم به همسرم بگم زارتون I love you دیم من خونه بیرون چی میخوای پول برم وقت بهش ندم من باید وقت بهش بدم من کسی رو که دوست دارم باید بهش وقت بدم اگه من خدا رو دوست دارم باید به خدا وقت بدم همون گونه که شما عزیزان اومدید اینجا به خدا وقت دادید و خدا داره به شما وقت میده نه رسول خدا داره با شما صحبت میکنه میگه دوستتون دارم من عاشقتونم من این رابطه رو دوست دارم شما ها بلند شدید وقتتونو رو گذاشتید اومدید و من میخوام شما رو برکت بدم حالا من میخوام شما رو برکت بدم همون گونه که در نامه یعقوب خوندیم به خدا تقرب بجو به خدا نزدیک بشو جرأت کن به خدا نزدیک شو نه ترس خودتو تقدیس میکنی و از اون ترس آزاد میشی و خدا تو رو نیز برکت خواهد داد تا بتونی تو یک جایگاه درست نیز قرار بگیری برای آنچه که حقیقتا درسته باز مولوی اعلام میکنه ازمان بذارید مزمور 11 هفته بخوام میگه زیرا خدا عادل است و عدالت را دوست میدارد رابطهای خودش و با خدا و راستان روی او را خواهند دید وقت نداریم مزمور 15 رو بخونید چند روز پیش با سمی جان که برمه تیوی داشتیم سمی جان گفت خداوند با قلبم صحبت کرد مزمور 15 و دیدیم واو عجب پیغام قوی بود و اون رو در یکی از برنامه های امید جاودان صحبت کردیم که قبل از هر حرکتی این مزمور رو بخونید ببینید آماده هستید یا نه حتی برای محبت کردن به خدا که در همون قلم روی تقدیس شدن هست مولوی میگه ای دوست قبولم کن و جانم بستان مستم کن و از هر دو جهانم بستان با هر چه دلم قرار گیرد بی تو آتش به من در زن و آنم بستان اگر حقیقتا صادقانه با تو نیستم و در عدالت تو نیستم نمیخوام وجود داشته باشم پس اولویت امور روحانی ما عزیزان عدالت هست که در حضور خداوند بریم حالا خادم هستی عضو کلیسا هستی در هر جایگاهی که هستی باید از منبع عدالت خدا پر بشی از عشق خدا نیز پر بشی باز مزمور 89 14 اعلام میکنه عدالت و انصاف اساس تخت توست داره به خدا میگه ما خیلی کارا میخوایم بکنیم خدا رو خوشحال کنیم ولی خدا میگه این کارا رو نکن فقط بچه من دختر من پسر من بیا پیشم عزیزم فقط بیا پیش من من هیچی از تو نمیخوام من سوغاتی نمیخوام به من برای من سوغاتی نیار همه این سوغاتی ها رو من دارم من عشق تو رو میخوام هدیه برای من نیار من عشق تو رو میخوام عدالت و انصاف اساس تخت توست رحمت و راستی پیش روی تو میخرامد پس باید خدا را از نزدیک شناخت و مدام او رو ملاقات کرد و از پوری روح القدس تشویق میشیم چرا کلام خداوند ما رو مدام داره میگه از روح خدا پر بشید دلیلش اینه که داره ما رو تشویق میکنه با خدا ملاقات داشته باش با خدا ملاقات داشته باش از روح القدس از عطایای او بگیر بذار سفره زندگی تو رو پر از برکت بکنه در حضور خدا میتونی از تمام خستگیات و ضعفات شسته بشی از ترسات از نگرانیات از تمام موضوعی که تو رو پریشان میکنه بتونی شسته بشی و خدا به ازای اون ابزاری رو میده تا بتونی تو در اون مسیر هم خدا رو خوب خدمت کنی هم دیگران رو محبت کنی هم در آنچه که آرزوی دل تو هست به فیض خدا بتونی به اون برسی بدون هیچ نامیدی و نگرانی و خشم و زودرنجی و بدون هیچ غمی برای نمونه ایوب در کتاب ایوب یک هشت میخوانیم که خداوند به شیطان میگه آیا تو کسی رو مانند ایوب دی میشناسی؟ مرسی خواهرم میشناسی که اینقدر خوب و پاکه و خدا دوست هستش؟ خدا دست میذاره روی عیوب خب عیوب چقدر در حضور خداوند خوب بوده اما میبینیم که همین عیوب وقتی تو مشکلات و سختی ها قرار میگیره در کناری که خدا رو دوست داره اعترافات خوبی میکنه اما میره توی نقط ضعفهای های تفکر و تصورات انسانی و مذهبی خودش که خودش رو بیگناه میدونسته و با دوستان خودش بحث میکنه و هرگز درک نمیکنه که همه انسانها مطابق رومیان سه بیست و سه گناه میکنن و جلال خدا دورن حتی همه ی انبیا گناه کردند و اونا که پیام خدا را آوردن گناه کردن غیر از خداوند ما عیسی مسیح که بی گناه بود و تنها او بود که شایستگی قربانی بهای گناه بشریت رو داشت در کتاب ایوب چهل و دو پنج شیش میخونیم که ایوب اعلام میکنه از شنیدن گوش درباره تو شنیده بودم لیکن الان چشم من تو را میبیند توی اعتقاد نامه های زندگی فکر من و کاردکس من از والدینم از رادیو تلویزیون مذهبی توی ایران از معلمینم افکار من بارور شد نسبت به اعتقاد خدا اما ایمان از کسی به ما نمیرسه ایمان فقط چشیدنه تجربه است و این تو ملاقات با خدا هست زمانی که من خواستم خودکشی کنم گفتم خدا یا حقیقت خودت رو بر من آشکار کن و من عیسی مسیح رو دیدم حقیقت خدا رو خواستم انجیل رو نخونده بودم حقیقت خدا در مسیح بر من آشکار شد و تمام زندگی من رو عوض کرد و اون اجازه داد به توسط من خیلی زندگیشون عوض بشه با فیض خداوند و وقتی حقیقت رو میطلبیم حقیقت این گونه عمل میکنه اعلام میکنه از شنیدن گوش در باره تو شنیده بودم لیکن الان چشم من تو را میبیند از این جهت از خیشتن کراهت دارم و در خاک و خاک سر توبه میکنم تازه متوجه میشه که عیوب در گناه هستش بریم با همدیگه لطفا اول نامه اول یوحنا پنج الا بیست رو داشته باشیم آیا بولشور همه دارید؟ لطفا میخواد, میخواد چراغ روشن کنم؟ من کسی که بورشور نداره رو ببره بالا به خسته که نیستید نمیستی خسته هستی چند نفر خمیازه بکشن من متوجه میشم به ما بصیرت داده است تا حق را به ما آگاهی داده به ما بصیرت داده در حضور خدا حکمت داده بله و در حق یعنی در پسر او عیسی مسیح هستیم اوست خدای حق و حیات جاودانی ای فرزندان خود را از بوتها نگاه دارید آمین 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 وقتی خدا رو میشناسی میدونی به کی رجوع کنی خیلی موقع از عزیزان که شما عزیزانی که اینجا نشستید و یا تو کلیساهای دیگه وقتی نشستن رو صندلی تصور میکنن که اینجا باید یه اتفاقی روی این منبر بیفته اینجا باید یه اتفاقی بین ایمان خادمین بیفته تا اونا که اونور نشستن شفا پیدا کنن نجات پیدا کنن دعا آرزوهای دلشون اجابت بشه خیر عیزم اتفاق در بین شماها باید بیفته اتفاق اینجا افتاده خدا از رسول داره استفاده میکنه خدا از خادمی داره استفاده میکنه خدا از گروه پرستش داره استفاده میکنه از خادمی که پشت سر شما هستن داره استفاده میکنه اتفاق افتاده برای اونا حالا نوبت شما هست شماست که باید براتون اتفاق بیفته شما هستید که باید اجازه بدید بیشتر از گذشته به خدا نزدیک بشید وقتی میگم شما کسایی که منتظر معجزه هستید منتظر هستید توی زندگیتون تحولی بشه به خدا نزدیکتر بشیم شخصی زنگ میزنه به دفتر اداره مخابرات میگه ببخشید اداره مخابرات میگه بله میگه این سیم تلفن ما خیلی بلنده میشه از اون ور یه خود بکشی تا سیمش مناسب بشه نمیشه من اینجا هر چه صحبت از کلام خدا بگم عشق خدا بگم محبت خدا بگم تا مادامی که شنوندگان خودشون تجربه نکنن خودشون قدم بر ندارن باز میگم نامه یعقوب میگه شما نزدیک شوید به خدا تا خدا به شما نزدیک بشه مثل شما ایزان نزدیک شوید به خدا آماده باشید که خدا توی زندگیتون عمل کنه صاحب میگه چون زروی شوق کردی بندگی آن زمان داری نشان زندگی آن که در طاعت دلش افسرده است گر به ظاهر زنده باطن مرده است باید خود شخص برای نزدیک شدن به خدا همت کنه و اقدام کنه بریم با هم دیگه کتاب نامه اول قرنتیان باب هشت رو کاملا بخونیم از شریف بخونید لطفا چون توضیحش رو مناسبتر تر میبینم برای این قسمت و اما درباره خوراکی های تقدیم شده به ها از میخوام از یک تا سیزده بخونیم فکر کنم همون سیزده برد. باشه بله و اما درباره خوراکی های تقدیم شده به بوت البته همانطور که شما میگویید همه ما اشخاص دانایی هستیم ولی چنین دانشی آدم را مغرور می سازد اما محبت بنا می کند خیلی بمون این نامه من شما را قطع خواهم کرد این نامه در اصل جواب سوالات کلیسای قرنتوس هست نسبت به این که ما این گوشت که برای قربانی هست رو بخوریم یا نخوریم و همین باعث بحث و جنگ و جدل شده بود و از محبت اصلی متاسفانه دور شده بودند که درک هست ادراک هست عزیزان اینجا گوشت اینجا گوشت بوته اینجا خوردن و نخوردنه گاهی توی رابطه هامون گاهی توی زندگیمون ما به جای اینکه از محبت استفاده کنیم که درک عمیق نسبت به همدیگه و شناخت همدیگه هست و اینکه اراده خدا اینجا چی میخواد ما توی بحثا بیشتر رابطه ها رو تیره خواهیم کرد و آسیب خواهیم زد و پولس رسول میخواد جواب این سوال بده این جواب سوال زندگی خودت هم هستش پس خواهش کنم کاملا توجه کن به این مسئله بله اگر کسی گمان میکند که بر همه چیز است واقعا آنطوری که باید و شاید هنوز چیزی نمیدانند یعنی میگه کسی که اینقدر مقروره میگه نه دیگه ما ما میدونیم دو گروه بودن یه گروه میگفتن خوردن این گوشت هیچ اشکال نداره و سفت ایستاده بودن و یه دم میگفتن نه اصلا نباید بخوریم نجس میشیم چرا ما باید قربانی بت ها رو بخوریم میگه این غروره میگه این محبت نیست اینکه تو سفت ایستادی این اون چیزی نیست شما هنوز دنبال شریعتی دنگار دنبال قانون دارید میرید مسیح ما رو از شریعت آزاد کرد هنوز یه عده هنوز دنبال شریعت هستن که با قوانین شریعت و رنج و زحمت به حضور خدا برسن نه با عشق بله اما کسی که خدا را دوست دارد به وسیله خدا شناخته خواهد شد آمین پس درباره خوراکی هایی که به بت تقدیم شده است ما میدانیم که بت واقعیت ندارد و خدای دیگری جز خدای یکتا نیست پولس رسول اینو در کتاب ارمیا 33 که اعلام میکنه مرا بخوان تا تو رو اجابت کنم و از آنچه که نمیدانی آگاهت کنم پولس اینو دریافت کرده ولی اعضای کلیسای قرنتوس شبانان و هر کی بود هر کی اونجا بوده متاسفانه توی منطق قرار گرفتن یا یه پاشون توی منطق یه پاشون توی مذهب گیر کرده ولی با عشق خدا عمل نمیکنن بله حتی اگر به قول آنها خدایانی در آسمان و زمین وجود داشته باشند همانطور که میبینیم آنها به این گونه خدا، خدایان و خداوندان این گونه خدایان و خداوندان معتقدند برای ما فقط یک خدا هست یعنی خدای پدر که آفریننده ی همه چیز است پس و... چون در اون زمان خدایان دیگه ای رو نیز میپرستیدن منظور داره صحبت از اون میکنه بله و ما برای او زندگی می کنیم و فقط یک خداوند وجود دارد بله. اما همه مردم این را نمی دانند. بعضی چنان با بوت ها خو گرفتند که تا به امروز خوردن خوراکی هایی را که به بوت ها تقدیم شده خوردن قربانی بوتها می دانند. و هر وقت از آن بخورند وجدان ضعیفشان آلوده می گردند. یعنی داره میگه در اصل دارای یک نوع علم و دانشی شدن برم به دیگرانم تعلیم میدن از این رو هست که میگم هوشیار باشید تعلیم دهنده شما کیا هستن از این رو هست که کلام خدا تشویق میکنه ما عضو یک کلیسا باشیم تو یک بدن باشیم تا بدونیم چگونه تعلیم گرفتیم تا در همون مسیر بتونیم روش کنیم مبادا یه خود از این بر یه خود از اون بر و اصلا اون قصه چی هستش و این کلیسای قرنتوس تو این موقعیت متاسفانه گیر کردون و به جای محبت و درک درست روح القدس در اون کلیسا داشت دانش انسانی کار میکرد دانش جبر کار میکرد زور کار میکرد که تو نباید از این گوش بخوری یه دفعه نه تو باید بخوری چشکال نداره هر دو زور بودش هیچ کدوم رضایت نبودش افلاتون میگه دانشی که همراه با اجبار کسب شود در ذهن نمیماند اتفاقی که در گذشته از بکران اسلام اسلامی که قبلا داشتیم مسلمون بودیم پیش اومده بود بله البته خوراک ما را به خدا نزدیکتر نخواهد ساخت نه از خوردن آن غذاها نفی آید ما می شود و نه از نخوردن آنها ضرری اما مواظب باشید مبادا این آزادی عمل این آزادی عمل شما به نحوی باعث لغزش اش، اشخاص ضعیف گردد اگر کسی تو را که شخص دانایی هستی بر سر سفره بتکده نشسته ببیند آیا این کار تو کسی را که دارای وجدان ضعیفی است به خوردن قربانی های بت تشویق نخواهد کرد پس روشنفکری تو باعث می شود شخص ضعیفی که مسیح به خاطر او مرد نابود شود و به این ترتیب شما نسبت به ایمانداران دیگر گناه می کنید و وجدان ضعیف آنها را جریه دار می سازید و از این بدتر نسبت به خود نسبت به خود مسیح هم گناه می کنید خب اجازه بدید به چند موضوع می اشاره کنم پس میخوام توجه کنیم یکی پولس رسول اشاره نمی کنه که به این که حالا اگر تصور بر این میکنید که دارن ادهی گوشت ها رو میخورن قربانی بت‌ها رو میخورن هیچ اشکالی نداره و یا اینکه خیلی بده پس ما بگیم اشکال نداره داره صحبت از رنجشی میکنه که در بین ایمانداران ایجاد میشه میگه مواظب باشید این رنجش رو ایجاد نکنید اگر تو فکر میکنی آن چرا که داری انجام میدی گناه نکن نکن تو آزاد هستی نگی نگی خوراکی که قربانی شده اما که تو فکر میکنی هیچ اشکال نداره تو تاثیر نمیذاره تو بخور هیچ اشکالی نداره اما دال بر این نیستش که من که امروز به مسیح ایمان آوردم حالا میرم تو یه خانه میبینم گوسفندی رو کشتن به خاطر باورهای مذهبی و اسلامیشون من میگم او, او اینا قربانی کردن عیسی مسیح یک بار برای همیشه قربانی شد حالا من از این نمیخورم من بشین بخور اما هوشیار باش اگر بلند شدن زدن تو سرشون یا حسین یا حسین کردن تو نکن اون بت پرستیه این کارو نباید این اینو باید دقت داشته باشیم پس توجه باید به این موضوع باشه توجه دیگه این هستش که هوشیار باشم کاری رو که انجام میدم حتی اگر میتونه درست باشه میتونه درست و خوب باشه اما باعث لغزش کسی میشه اون کارم نکنیم کلام خدا میگه مواظب باش نیکویی شما را بد نکن پس باعث لغزش دیگران هم نباید بشیم بله بنابراین اگر خوراکی را که میخورم باعث لغزش ایمانداری شود تا ابد گوشت نخواهم خورد مبادا باعث لغزش او بشوم آمین مرسی تموم شد بله خیلی بله. ممنون خیلی ممنون کار عزیزم بس باید توجه داشته باشیم حقیقتا چگونه عمل میکنیم چون اگر بخوایم وزنه رو روی شریعت بذاریم آسیب خواهیم خورد عزیزان وزنه رو روی چی باید بذاریم محبت و حکمت حکمت رو خدا میده محبت رو خدا میده تا ما در امور زندگیمون وقتی به خدا نزدیک میشیم با حکمت عمل کنیم شریعت چیز بدی نیست اما مسیح ما رو از این شریعت آزاد کرده اگه باره دوباره شریعت بخوایم بشیم این کارو نکن اون کارو بکن اونجا هستش که ما نمیتونیم رابطه عاشقانه خوب رو با خدا داشته باشیم وقتمون تلف میشه سر قوانین مذهبی آشپزی رو میکنه به گارسون میگه این چند تا نمکتون رو پر کن میبینه چهار پنج ساعت این اصیره بعد میاد میگه چقدر طولش دادی میگه آخرین این خیلی کوچیک بودش نتونستم به راحتی این رو بریزم توش ما امروز آزاد شدیم ما این آزادی رو داریم در مسیر ولی دو تا ستون اصلی رو نیز باید رعایت کنیم که این دو تا ستون محبت و حکمت در مسیر چی به دست میاد عدالت یعنی رابطه عاشقانه من به خدا که میباید توی خونه انجام بشه اینجا نه فقط به خدا باید توی خونه هامون نیز وقت بدیم بریم با هم دیگه نکته دوم رو داشته باشیم داریم نکته دوم رو میتونید نکته اولم بذارید یا ندارید پس ثمره حقیقت که برای هفته گذشته بود حقیقت علت خلقت را بر ما آشکار میکند و راستی و صداقت را میآموزد و به آزادی برکتمان میدهد تا در صلح و امنیت زندگی کنیم زمانی که طالب حقیقت مطلق هستیم نکته دوم حقیقت معرفت خدا رو بر ما آشکار میکنه خدا رو به ما میشناسونه صفات خدا رو که چگونه من شکل اون بشم و عدالت و انصاف را میآموزد که چگونه عمل کنم و به آرامش نیز مرا برکت خواهد داد و امید و اقتدار رو تا بتونم در امید و اقتدار زندگی کنم عزیزان خواهش هم اینه که بنویسید و داشته باشید این دروس رو هم برای خودتون خوبه و هم خوبه و اگه بتونید به دیگران نیز این تعلیم رو بدید من یادم هستش هفته های گذشته در رابطه با اسامی خداوند در کتاب مقدس ما چنین برگهای به شما دادیم درسته؟ اینو دادیم که خدا رو بشناسیم که من به چند تا از این اسامی الان اشاره میکنم وقتی ما خدا رو میشناسیم تعریف داره برای ما خدا تو مشکلات و سختی میدونیم با چه خدایی ما در تماس هستیم یهوه یعنی او هست آمین او با ما هستش او همیشه با ما هستش ادونا که همون خداوند میشه آقا میشه یهوه سبایوت خدای لشکرها تو مشکلات تو سختی ها دشمنان اذیتتون میکنن بسبار به یهوه سبایوت یهوه یایرا یایرا خدای مهیا کننده هستش خلای خالی زندگی تو اون پر خواهد کرد نگران نباش یهوه رافا خدای شفادهنده یهوه شالام خدای آرامش وقتی میشناسیم خدای آرامش رو اجازه میدیم این خدای آرامش باشه که زندگی ما رو برکت بده و بتونیم در این مسیر نیست ما باعث برکت برای دیگران باشیم آمین بریم با هم دیگه آخرین آیرم داشته باشیم لطفاً و اینک به زودی می آیم و اجرت من با من است تا هر کسی را به حسب اعمالش جزا دهم من الف و یا و ابتدا و انتها و اول و آخر هستم خوش به حال آنهایی که رختهای خود را می شوین تا بر درخت حیات, اقتدار یابند خوش به حال اونا که وقتی میان در حضور خدا اول رختاشون می شورن. تمیز تقدیس میکنن و آشقانه میدن در حضور این خدا عشق بدن و عشق رو ازشون بگیرن نمیگن واو این جبره این زوره عاشق این خدا هستن این خدا رو میشناسن دیگه وقتی خدا رو میشناسن تعریف داره تعریف درست داره شوک حمله میشه تو زندگیشون میفهمن چرا حمله شده شیطان حمله میکنه میدونن چرا مشکل تو زندگیشون میاد توی خدمتشون میاد میدونن چرا این مشکلات اومده چرا یکی از دلایلش گفتیم امروز چون من به خدا نزدیکتر بشم برم پیشش قافل از اینکه گاه ایزا میان اینجا تو کلیسا خداوند برکتشون میده بعد میگیم خبری نیست میگه آخه نمیدونید خیلی گرفتاری نه, نه این این چیز دست درک نکن گرفتاری باید در حضور خدا بیشتر باشی به خدا بیشتر وقت بدی بله بفرمایید و به دروازه های شهر در آیند زیرا که سگان و جادوگران و زانیان و قاتلان و بدپرستان و هر که دروغ را دوست دارد و عمل آورد بیرون می باشند. من ایسا فرشته خود را فرستادم تا شما را در کلیساها به دین امور شهادت دهم. واقع. من ریشه و نسل داوود و ستاره درخشنده صبح هستم. آمین. هللویا. هللویا. دو تا سوال داریم. این دو تا سوال رو لطفا جواب بدید. این پنجشنبه در خدمتون هستیم. پنجشنبه گذشته نبودیم. این پنجشنبه ایزان میتونید تشریف بیارید. این سوالات رو دربارهش صحبت میکنیم بحث میکنیم و ما از شما میاموزیم اینجام که من هستم هدف من نیست که شما از من بیاموزید هاشا اگر توجه کنید بیشتر از کلام خدا میگم که کلام خدا رو بیاموزید من چیزی ندارم به کسی بیاموزم پس بنابراین پنجشنبه بیایید که ما از شما بیاموزیم از تجربیاتتون از علمتون تا بتونیم به هم کمک کنیم برای اینکه بدن مسیح رو داشته باشیم در سلامتی لطفاً بفرمایید دو تا سوالم بخونید چگونه می توانیم خدای حقیقی را بشناسیم و ثمره شناخت خدای حقیقی برای شما چیست خیلی خوبه که بتونید پایین همین بروشوراتون بنویسید و پنجشنبه در خدمت شما باشیم پس امروز که بلند شدی اومدی در کلیسای خداوند پیام کلام خدا رو شنیدی بدون خدا میخواد تو رو برکت بده آمین میخواد به تو قوت بده میخوایم در کناری که برای جمعوری هدایا دعا کنیم میخوام برای شما هم نیز کنم که خداوند به آنچه که در دلتون هست اون رو دریافت کنید با اقتدار اما قبل از اون میخوام از شاعری شعری بگم که میگه شبی بیا به دلت سر بزن خدا اینجاست چو عاشقان در باور بزن خدا اینجاست ببرز آنچه داری و آرزوداری به گرد شمع دلت پر بزن خدا اینجاست اینا ایمان داریم؟ آمین پس ازش دریافت کن نگو که آمدم اما ندیدم او را اون اینجاست حضورش اینجاست آرامش گرفتی؟ شادی گرفتی؟ خدا با قلبت صحبت کرده؟ برکتت هم ازش بگیم نگو که آمدم اما ندیدم او را ز شوق عشق تو محکمتر بزن که خدا اینجاست آمین